سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژه هم. بچه ما جلسه قبلی قسمت اون خطا رو انجام دادیم، بریم قسمت هیجان انگیز کار و اون قسمتی که قراره یه چیزی اضافه شه به لیست اون. بچه خب بریم اون رو انجام بدیم. خب میام کجا؟ میام داخل چی شد؟ خب اینجا جایی که بچه من قرار رو کد رو بنویسم، جایی که هم ولیو دارم هم ادیت فلگم ترو نیست. خب چند تا مرحله داره کارم بچه ها. مرحله اول اینه که من باید چیکار کنم؟ من باید یه المانی درست کنم. ببینید یک بچه این آرتیکل رو میبینید، این به ازای هر المان من یه آرتیکل دارم. خب به ازای هر المان من یه آرتیکل دارم، پس بعد این آرتیکل رو درست بکنم به ازای هر باری که این دکمه ساب زده میشه، فقط محتویاتش عوض بشه. میام میگم که const element مساویس با document.create element، یه المنت میخوام درست کنم از نوع المان، میخوام درست کنم از نوع آرتیکل. خب حالا آرتیکل هم درست شد، یه کلاسی باید بهش اضافه کنم به نام گروسری آیتم، پس اینو باید بهش اضافه کنم. پس میرسم المنت دات کلاس لیست دات اد گروسری آیتم. خب کلاس رو هم اضافه کردیم. مرحله بعدی چیه؟ بچه خاطرتون باشه من گفتم هر المانی که من اینجا اضافه میکنم باید یک آیدی منحصر به فرد داشته باشه، باید داشته باشه. پس بعد چیکار کنم؟ باید به این آیدی منحصر به فرد بدم. پس میام یه دونه اتریبیوت اضافه میکنم بهش به نام دیتا آیدی مساوی آیدی که من جنریت کردم موقع ابتدای کار. یه همچی چیزی باید درست کنم به هر کدوم از این آرتیکل ها بدم. پس میام اینجا میام const attribute مساویس با document.create attribute، یه attribute درست میکنم data-id، اسمشو میذارم data-id. این attribute من باید یه value داشته باشه، پس میام attribute dot value، ولیوش چیه؟ همون آیدی که من این بالا جنریت کردم. پس الان شد دیتا داش آیدی مساویه اون آیدی که من جنریت کردم. خب و در آخر این اتریبیوتی که تولید کردم رو باید بدم به این المانه. پس می نویسم element dot set attribute، اتریبیوت روش میدم. این از این. پس من تا الان اون آرتیکل رو درست کردم. یه فاصله بدم ببینید. خب من الان اینو درست کردم. حالا بیام اینا رو درست کنم. میام چیکار میکنم؟ اینو کلا کپی میکنم. تا کجا؟ تا این دیوه. این از اینجا برش میدارم. میام اینجا. میگم خیلی خب حالا که اون اتریبیوت رو درست آرتیکل رو درست کردی بنویس element dot inner html داخلش این چیزی که من کپی کردم رو بده بهش، اینو بهش بده، داخلش اضافه کن، فقط تغییرت بده. این آیتم رو باید بکنم چی بچه ها؟ آیتمی میشه value که کاربر من تایپ کرده، بقیهش ثابته، بقیهش دیگه هیچ دستی نمیخوره. این تا اینجا. مرحله بعدی چیه؟ بچه ها آیتم ها به خودی خورد غیر فعالن، شما نمیبینشون ایناش، به خودی خود دیده نمیشه. پس بعد این کلاس رو من بهش اضافه کنم که بتونم ببینم. پس بعد کلاس شو کانتینرم رو به آرتیکل اضافه کنم. پس میگم آن قبلش نکته لیست دات اپن چایلد المنت، این المنتی که من درست کردم، این آرتیکلی که من درست کردم و باید به لیستم اضافه کنم. اوکی لیست چیه؟ گروسری لیست.
گروسری لیست. من باید به اینجا اضافهش کنم. پس این هم دیگه نیاز ندارم. اون اونجا درست میکنم. آرتیکل رو اینجا بهش اضافه میکنم. این هستیم. حالا سو مرحله بعدی. مرحله بعدی بریم سراغ اینکه پیغام الرت رو نشون بدیم. دیسپلی الرت آیتم added to the list و از نوع success. خب این الرتمون. بعد به کانتینرم اون کلاس رو اضافه میکنیم. به کانتینر دات کلاس لیست دات اد شو کانتینر، چون قرار دیگه رو لیست نشون بده. خب و دو تا مرحله دیگه میمونه بچه. یک، بچه نیا کن اینجا پروژه اصلی رو. من صفحه رو رفرش میکنم، این مقادیر تو صفحه هست همچنان. پس بعد این مقادیر رو اضافه کنم به لوکال استوریج. اضافه کنم به لوکال استوریج. پس بچه باید یه فانکشن من بنویسم خب برای این کار، که در حقیقت فقط وظیفش این باشه که اضافه کنه به لوکال استوریج ما. پس من میام اینجا یه فانکشن می‌نویسم به نام اد تو لوکال استوریج. یه آیدی بهش میدم، یه ولیو ورودی. این فانکشن رو بچه من بعداً تعریف میکنم، تو این جلسه نه. و یه نکته دیگه، من وقتی یه آیتم اینجا چاپ میکنم، سابمیت رو میزنم، برمیگرده به حالت پیشفرض. پلیس هولدرش برمیگرده حالت پیشفرض. پس بعد اینجا یه فانکشن میرسم، میرسم set back to default. یه همچه فانکشن بریمسم که منو برگردونه به حالت دیفالت. خب تمام، این کل کاری که ما باید انجام بدیم. خب بریم یه تست بکنیم. اول خب اول باید این فانکشن رو تعریف کنم چون ایرور میده الان. بس میام پایین لوکال استوریج، اد تو لوکال استوریج فانکشن، دوتا وردی داره، آیدی و ولیو. فعلا یه کنسول لاگ بگیره. اد تو لوکال استوریج تو بعدا میام بنویسمش. و یه فانکشن دیگه هم داشتیم به نام ست بک تو دیفالت. اینو فعلا همینجا مینویسم، بعد اینجا شو عوض میکنم. Back to default. خب بریم تست کنیم. سه اتریبیوت آن المان دو آرگومنت ریکوایرد، باید اون یک پرزنت. سه اتریبیوت دو تا المان میخواد ورودیش. کوش نه دیگه، درسته دیگه. ها set attribute node. بچه ها من این اشتباه نوشتم، کشت. خب الان اینجا داره نشون میده. نکنه بچه این دوتا فانکشن هم اجرا شد که ما قراره بعدا بنویسیم. حالا این حالت پیشفرض الان بر نگشته چون هنوز ننوشتم. اوکی، پیغام الیرت هم میاد و میره. خب این هم از این. بریم بیایم ادامهش بشه جلسه بعدی بچه. فعلا خداست.